خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، از جامه سفیدانم. سال سقوط، سال گریز و انتظار، فصل شکستن فلز، سال سیاهه و هزار، سال سقوط عاطفه تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اینترنت، رایانه، ماهواره، تکنولوژی، دیجیتال، تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اندیشه تفسیر صرف، تو ذهن ماشین های سر، معنای عشق و احتیاج، روی نوار حافظه، یعنی یه درد بی علاج، سال به بن‌بست رسیدن، پنجه به دیوار کشیدن، از معنویت گم شدن، تن به غریزه بخشیدن، قبیله یعنی یه نفر، همخونی معنا نداره، همبستگی خوابیه که تعبیر فردا نداره. سال سقوط، سال فرار، سال گریز و انتظار، پاییز تلخ و بی بهار، سال سیاه 2000، حالا 2022 تازه، سالی که خون تو رگ‌ها نیست، قلب فلزی تو سینه است. قلبای فلزی هم که میتونی میذارن دیگه، براتون قلب میذارن الان، فلزی، قلب مصنوعی، وقتی که تصویر زمان شکستگی یه آینده است، شکستگی یه آینده است، قبیله یعنی یه نفر، همخونی معنا نداره، همبستگی خوابیه که تفسیر فردا نداره. تو اون روزایی که میاد کسی به فکر کسی نیست، هر کی به فکر خودشه، به فکر فریاد رسی نیست، همه به هم بی اعتنا، حتی به مرگ هم دیگه، کسی اگه کمک بخواد کی میدونه اون چی میگه، چقدر میمیرن در روز، فراموشی، فراموشی توی کتابای لغت سفید برگا همیشه، نه دشمنی، نه دوستی، نه دشمنی، نه دوستی، هیچی نوشته نمیشه. این ناگزیر واسه ما، سیر سعودی تا سقوط، از محمد رضا شاه، اقتدار جهانی، اقتدار منطقه‌ای، اقتدار تاریخی، تا سقوط 57، سقوط همیشه قصه صدا، تموم با حرف سکوت. محمد رضا شاه گفت اکثریت خاموش و ساکت تا الان، وقتی که آینه عشق سیاه بشه زیر غبار، وقت طلوع فاجعه است، وقت طلوع فاجعه است، میرسه سال 2000، رسید. مهربان یار نازنین من اردلان سرفراز اینو سالها پیش از سال 2000 سرود، میگن فلانی و فلانی ها فلان جا فلان کس آینده رو نوشته، چه گفته چه گفته، این شاعر سرزمین توست، این بچه داراب است، بچه ایران است، اردلان سرفراز. دلم آشام
به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می‌فرستم. و همیشه مهربان یاران گرامی در سرتاسر جهان آریایی، جهان آریایی است، رنگش رنگ مهربانی است. آریا یعنی انسان آزاد، انسان مهربان، همونی که ما هستیم. چقدر مهربونیم. میان میزنن ما رو، میکشن ما رو، درب و داغونمون میکنن، قتل عام میکنن، کنیزی میبرن، غلامی میبرن. میگیم قربونش برم آقا، سید اولاد پیغمبر، خاک بر سر من، خاک بر سر من شده است و میشود و خواهد شد تا اینو نفهمم. دیدید سروده زیبای اردلان سرفراز رو؟ پیامبر از این واضح تر میخواد به شما بگه؟ آینده رو پیش بینی بکنه، مو به مو به شما بگه؟ اردلان سرفراز یکی از 4-5 تا ترانه سرای بزرگ سرزمین آریایی است. خیلی انسانه، خیلی با شرفه، شجاعت هم داره. اردلان آدم شجاعی. من یادم میاد چند سال پیش موئین در آلمان در شهر کلن یک کنسرتی گذاشته بود و هم برنامه گذارش و هم خود موئین منو دعوت کردن که از پاریس برم به این کنسرت و شرکت کنم. منم دعوت رو پذیرفتم، حرکت کردم. وقتی که رسیدم 30 دقیقه تایم آغاز کنسرت گذاشته بود، ولی وارد که شدم دیدم اوه، پارک کردیم اومدیم میریم تو، دیدیم شلوغ، سر صدا، دمه در اصلا کیک. رفتم تو دیدم خیلی شلوغه، مردم شلوغ کرده بودن، یک عده‌ای بدون بلیط وارد سالن شده بودن، سالن به هم خورده بود، برنامه گذار تفلی ترسیده بود، رفته بود، نبود و هیچ کسی هم نبود، موزیسیان هم دیگه داشتن میرفتن. یه ها ماشین ما این رسید و موهین هم میخواست بپیچه بری بیرون، گفتم وایسا 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 بیا پایین. آوردمش پایین، بعد ریختن بچه ها گفت آیش که نیست، همه در رفتن، همه در رفتن، همه در خود مردم پول دادن در رفتن واسه موهین اومدن. موهین هم اینجاست بیا پایین. ما اینجا موهین اومد پایین، ما رفتیم که بریم تو سالون، هیچ که نبود پشت صحنه اینا، فقط یه نفر یه نفر رو زمین نشسته بود، همه فرار کرده بودن، برنامه گذارا و بنوزه دوست منه تفلی، خوب حق داشت دست کتکش بزنن، درگیرش دارد بدون بلیط دیگ ریخته بودن توی سالن و هم ریخته بود همه چیز. بعد دیدم روی استیج این کریستوفر بود، هنوزم هست، یک جوان آلمانی است که این کنسرت های ما رو در اروپا کریستوفر تیکر صدا میکرد، یعنی برای ساند میمد. همه بچه های خواننده های نام این رو دوست داشتن چون پسر حرفه‌ای بود، خیلی مرزون میگرفت. دیدم کریستوفر رو صحنه داره دستگاهش، گفته شاگرداش جمع کنه میخواد بره، رفته گفتم کریستوفر وایس چیکار چیکار میکنی؟ گفت میخوام برم. هیچ کیس گفتم موئین اومده، گفت موئین بیاد با انم اساد نیست، هیچ کیس مردم دارن میز علما تعقیب میکنن. گفتم تو که باید کارت بکنی. گفت نه من کجا مطمئن بشم که آخر برنامه پول من میدم. ها گفتم پول من بهت میدم. اردلان سرفرازم که تنها کسی بود کنجا وایساده بود، چون دو سه تا خواننده دیگه هم بودن، اونا فرار کرده بودن، اونا زودتر از موین رسیده بودن، اونا رفته بودن دیگه، موین رسیده بودن. من با موین و اردلان سرفراز مثل شیر وایساده بود. اردلان قبل از من هم اونجا بود، کاری نداریم که من به کریستوفر گفتم پولت چقدر میشه؟ گفت اینقدر. گفتم اینا بیه برای که قبول داری این کارت کردیت من دستت باشه، آخر شب میرم برات میکشم پولشو بهت میدم هرچه پولت شده. زود قبول کردم، دوباره شروع کنسرت را افتاد. موقع یادمه که دختر خاله منم، دختر دایی من نمیدونم یا دختر خاله، این مقدس صدها تو مشهد، اینا فامیل ما هستن، اینم با اومده بود با بچهش که کوچولو بود موقع برای این کنسرت، و اونجا بود و خلاصه ما خوشحال شدیم که لاقل دو فامیل هر حد میشد نمیده بود. کاری ندارم، من اومدیم و کریستوفر سهنر شید قرار کرد، ما گفتیم آقا بشینید سر جاهاتون، حال مجانی میاد اومدین بشینید مهرورزی کنید.
و سپاسگزار مهر مردم هستم. من از همه مهربانی شما سپاسگزارم. تو دل من این هم خلاصه برنامه خیلی خوب انجام شد و از اونجا من اردلان سرفراز دوست داشتم، عشقم به این مرد بیشتر شد چون شجاعتشو دیدم. بعد به من گفت فلانی همه رفته بودن اینجا، خب ما گفتیم ما وایسیم، لااقل ما وایسیم، ترانه های ما رو که میخوام ما وایسیم چی میشه، وایساده بود مثل شیر. حالا ترانه هاش اردلان حدود 200 ترانه سروده، یعنی 200 تایی که خوندن همه خواننده ها و الان 200 دیگه تو کشو میزش داره، تو کشو میزش حدود 200 ترانه دیگه داره. مرد بزرگیست. من درود دارم بردارم سرفراز و این سال 2000 خیلی زیبا و قشنگش که روایت آینده میهن ما بود. من خیلی از اردلان سپاسگزارم. حالا اردلان بچه دارا به من گفتم دارا اینم به شما بگم بچه ها، دوستان، مهمان، یاران عزیز، من هرگاه اسم شهری رو جایی رو میارم مهربانی شما. هفته پیش که یگانه خانم یگانه صدای زیبا رو پخش کردم و گفتم مال مسعود هست، مسعود جاهد، آقا از مشهد که ما زنگ زدن برای خانم یگانه که بماند احوالش پرسیدن و اینا، دوستان پیغام دادن اینا، و از شهر شاهی، از شهر شاهی اسمش گذارم قائم شهر، افرادی زنگ زدن و حتی شهردار نه ترسان کار دادن فکرم شهردار شهر شاهی هم بود، زنگ زد گفت آقا شهر ما قائم شهر. گفتم قائم شهر کجاست عزیزم؟ اون شهر شاهیه. گفت ما خیلی هنرمند داریم اینا، ولی مسعود جاهد من اجازه بدید که همینجا هم از من مثلا اسم شهر ایلام رو که میارم، شوش رو که میارم، اهواز رو که میارم، یا مثلا گردن دختر خانم ریگه زده شوهر غیرتیه زده، یکی از بچه ها از اونجا به من تماس گرفته از اهواز، آره از اهواز، میگه بابا اینجا رسم قبیلهای عربه که غیرت براشون یعنی سر زن رو بریدن، هیچ رفته ایلانی نداره، میگه غیرت یعنی سر زن ببر اگر چپ رفت، یک غیرت یک سنت عربیه. میگه ما توی اهواز اینقدر دیدیم تو تاریخ که چی، اصلا ربطی به شما نداره که شما